برندینگ ملی و برندینگ شهری. وقتی نام تهران شنیده می شود، در ذهن هر فردی یک تصویر شکل می گیرد، چیزی که گاهی مختص ذهن همان فرد است. تصویر تهران در ذهن برخی این گونه است و در ذهن برخی دیگر این گونه، و یا تصاویر متناقض و متفاوت دیگر. حالا بیایید به یک سفر دور دنیا برویم. شهرهای بزرگ دنیا با تمام ویژگی‌های متناقضشان برای خود یک هویت مشخص ساختند. اما حتی یک کشور با شهرهای متفاوت باز هم می‌تواند یک هویت مشخص داشته باشد. به این دانش برندینگ شهری و برندینگ ملی می‌گویند. برندینگ شهری و ملی در دنیای امروز توجه زیادی را در میان مدیران و دانشگاهیان به خود جلب کرده، آن هم با توجه به رقابت شدید کشورها، شهرها و حتی مکانهای درون شهرها. هر یک سعی می‌کنند مزیت بیشتری از خود نشان دهند. رقابت شهرها و کشورها برای ساختن برند خود و بهبود تصویر ذهنی مردمان دیگر به دلیل جذب منابع خارجی مانند سرمایه، گردشگر، استعداد، نیروی انسانی ماهر و یا هر آن چیزی است که به اقتصاد مقصد کمک کند. اساس برندسازی ملی و شهری و یا در صورت کلی یک مکان عبارت است از ایجاد یک تصویر مثبت که موجب شناسایی و تمایز آن کشور، شهر یا مکان از دیگر مکانها شود، آن هم به وسیله انتخاب ترکیب عناصر شاخص مناسب آن. جنبه‌های مختلف برند این محل از عوامل مختلفی چون فرهنگی، امنیتی، حس مکان، مسائل سیاسی، روایات، مسائل زیست‌محیطی و دارایی‌های مشهود و نامشهود شکل می‌گیرد. حال این سوال وجود دارد که آیا در کشور ما به این نکته مهم توجه شده است؟ برند کشور ما چیست؟ برند شهر ما چیست؟ شهرهای ما و در کل کشور ما چه تصویری در ذهن مردمان دیگر ایجاد می‌کند؟